سلام علیکم، وقت شما بخیر. بریم ببینیم که دوباره طراحای عزیز کنکور چگونه برای ما آش میپزن که روش روغن وایسه. حالا من بهت میگم اینجا آش نپخته، روغنم وای نایستاد، آخرش بهت میگم چه اتفاقی افتاده. نگاه کن، این سوال رو وقتی که میبینی اول از همه باید یادت بیفته دیگه، اینقدر فیزیک بلد باشی. کجاستیم؟ این فیزیک 12 در قسمت باستاب نوره، که البته بحث آینه های مقداری هنوز وجود دارد، نه به اون چیزی که در نظام قدیم بود اذیتت کنه. حالا گوش بده ببینیم اینجا آشپزی طراح کنکور چیه. ببین، همیشه یادت باشه طراح کنکور سعی میکنن تو گزینه ها چهار جوابی دیگه. حالا بالاخره ما مجبوریم سوال چهار جوابی جواب بدیم، حالا چه غلط چه درست من کاری ندارم. دو تا از گزینه‌ها رو طوری میدن همیشه تو سوالا که حال ما رو یه ذره نمه جا بیاره، چون اون دو تا گزینه حتما اگر خوب مفهوم نفهمیده باشیم باعث اشتباه برای داوطلب میشه. ببین، تنها راهی که من اینا رو دارم میگم، دام سوالا رو یاد بگیریم، تنها راهی موفقیت برای کنکور اینه که خوب مطالب علمی رو بلد باشی. نه به خدا صندلی درمانی جواب میده، نه آب پرتقال درمانی جواب میده. میدونی چرا میگم صندلی درمانی؟ یه بند خدایی حالا هستن از این مشاوره به پدر مادر توصیه میکنن شما 3-4 ماه مونده به کنکور سراسری یک صندلی مشابه صندلی های کنکور سراسری در خانه تهیه کنید، هر روز بر روی نازمون ده. بابا جون، وقتی که بلد باشی مطالب علمی رو خوب یاد گرفته باشی، اینجوری هم نگهت دارن جواب میدی تحت هر شرایطی. اینها به جای اینکه ما خودمون را ذهنمون را تو حواشی ببریم، بریم مطالب علمی رو خیلی خوب یاد بگیریم. زیاد صحبت نکنم، بریم ببینیم اینجا چی هست. میگه مطابق شکل یک پرتو نوری به دو آینه تخ میتابد، زاویه‌ای که پرتو باستاب از آینه امپریم. این از اینجا تا اینجا میشه آینه امپریم، از اینجا تا اینجا میشه آینه ام. با پرتو تابش از آینه ام میسازد کدام است؟ خب بذار ببخشید من اینجا یه ذره این وره راحت ترش کنم. خدمت درس کنم که اول از همه قانون عمومی باستاب باید بدونی که زاویه تابش با زاویه باستابش برابره. یعنی الان این پرتو تابشی با این آینه ام میتابد با زاویه 20 درجه، درسته؟ این میاد در اصل، البته این ورش 20ه، خب این ورش چند میشه اگر یه خط قائم بکشم؟ من کاری ندارم، این ورش میشه 70، درسته؟ این با باستابت هم همین ور با خط قائم میاد هر زاویه تابش با باستابش برابره، یعنی این زاویه با این زاویه برابره. خب زیرشون هم برابر خواهد شد دیگه، یعنی این بر میگرده میره میخوره به این آینه، درسته؟ میره میخوره به آینه با چه زاویه ای؟ اینم 20ه، این وریا چندن؟ 70ه، درسته؟ چون میگیم زاویه تابش با باستابش برابره. خب اینا رو تو بلدی دیگه، من به حسابی میذارم که بلدی، چون خیلی خوب بلدی. گوش بده، حالا ما میریم سراغ چی؟ من میدونم به این هم بتابد، از این هم چی میکند؟ باستاب میکند دیگه، یعنی با هر زاویه‌ای که اینجا میتابه، اینم خط عمود، حالا جدا نکنم اینجا رو، هی شلوغ نکنمش، کاری ندارم به اون، چون پایین کار دارم. خب میگه پرتو نوری به زاویه که پرتو باستاب از این الان چیه؟ امپریمه. خب این که با این زاویه چجوری بفهمیم؟ باید امتداد بکشی. خب این امتدادش میکشیم، درسته؟ آها، اینم میایم امتدادش در این راستا میکشیم. آها، خب الان اینجا اسم این نقطه رو من بذارم آ، اینه بذارم بی، اینه بذارم سی، اینه بذارم او. اینجا اگر دقت کنی، حالا گوش بده، این زاویه ببین، این یه خطه، یه خط اینجوری کنی متقابل برس، این زاویه هم باشه میشه برابر میشه، اینم بلدی، این هم اینجوری میکشه با این خط، اینم متقابل برس با این زاویه برابره. حالا شما مثلث آ او سی را نگاه، اینا را دیگه به حساب اینی که من اینه دارم میگم که اگر دام و تله‌ای داره برای کسی اینا رو دیگه بلده. در مثلث آ او سی شما میدونید جمع زوایای داخلی مثلث چقدر؟ 180.
خب اینی که خودش داده 150، اینم 20، بس این زاویه میشه چند درجه؟ خب میشه 10 درجه دیگه. چرا؟ چون میگیم زاویه او به علاوه زاویه اسم اینو بذاریم حالا C1 با C2 فرق نمی کنه. خب درسته، اینو بذاریم حالا 1، اصلا نمیخواد دیگه بنویسم دیگه، این 20، این 150، این بس 10 خواهد شد. خب قطعا این وقتی که با 10، این با زاویه 10 از اینجا، اینم 10 خواهد شد، یعنی با 80 باستابش پیدا کرده. امتداد اینم بکشی، اینم میشه چقدر؟ 10. این مطالب مال ریاضی هشتمه ها، هفتمه، ششمه، یعنی متقابل بره از این دوتا زاویه با هم برابره. خب الان من فکر میکنم که تا حدی حل شدنش ممکنه شکل بد کشیده باشن، درسته؟ خب پرتو این خدمت شما عرض کنم که میاد این پرتو رو امتدادش اینجوری میکشم، این پرتو در امتداد این بوده، درسته؟ خب خیلی قشنگ شد که این پرتو در امتداد چی میگه؟ پرتو باستاب از آینه امپریم، این باستاب است دیگه. برای آینه ام باستاب ام میشه چی؟ تابش امپریم. خب اینم باستاب امپریم دیگه، قوانین باستاب بلدی دیگه، خیلی ساده. گوش بده، حالا من به راحتی فهمیدم که درسته این زاویه 10، با توجه به اینکه جمع زوایای داخلی چقدر بود، باشه دارم توضیح میدم، میخوام مطلب یاد بگیریم. 180. حالا من یه زاویه مثلث بزرگم دارم، ABC. حالا این مثلث بزرگه هست، در مثلث بزرگه این 20، این 20، این 10، این 10. قبول داری؟ من دو تا این مثلث منظورم، ببین یه بار دیگه میگم، اینو این وسطه ولش کن. قبول داری در مثلث بزرگه دو تا آی بزرگ بخوام اینو در نظر بگیرم میشه 20 درجه، اینجا را سی بزرگ در نظر بگیرم میشه چقدر؟ 40 درجه. 20 به علاوه 40 به علاوه این زاویه میشه چقدر؟ خب به علاوه ایکس، جمع زوایای مگه 180 نیست؟ درسته؟ از اینجا ایکس مساوی است با 180 منهای 60، میشه 120، درسته؟ به همین سادگی میریم گزینه 3 را انتخاب میکنیم. به سلامتی، مبارک باشه. زدی بشکنه بزن، مشکل نداره که. اما یادت باشه این سوال مشابه سوال 1398 برای رشته ریاضیه، فرقی نمیکنه، تجربه هم میاد، اینا جزء مطالب مشترک در فیزیک. خب بشکنم میزنی، بشکنم میزنی، بشکنم بزن. خب من اینو فهمیدم دیگه. و کسایی که برآورد کرده بودن مشابه این سوال را، در آزمون آزمایشی بود یا حالا در کنکور، نزدیک به 60% اینجا نقره داغ شدن. کاش آش میخوردن. چجوری نقره داغ شدن؟ به خاطر اینکه این اگر 120 باشد، به امتداد پرتوها نگاه کن، در امتداد این پرتو اینجوریه، باید این زاویه را در نظر بگیری، یعنی میشه 60 درجه. گزینه 2 درسته، سرا بزنی نقره داغ شدی. امیدوارم هم علمی کمکت کردم، هم فهمیدی که دوچار دام نشی. آقا دام تر فقط به قدرت علمی ما برمیگردن. متشکرم ازت، اینو دیدی؟ حالا اگر برای دلچسب بود، هم مطلب علمی یاد گرفتی، هم گوش دادی، واقعا نترس دیگه. ای سختی نیاد برام، لایک بذاریم، کامنت بدیم، مهمان هستی دنبال کننده این کانال باش. این الان 291 فیلم این کانال هست. متشکرم از شما، خدا نگهدار. من باید برم این یه ذره خودم خاموش کنم، چون خودم دارم فیلم برداری میکنم. الان اومدم دیگه، یعنی تمام شد.